بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آنچه در بسیار سوگند خوردن آمده است دلیل اول فرموده الله سبحانه و تعالی و سوگندهای خود را نگه دارید مرتبه های حفظ سوگند چهار است یکم در ابتدا آن را حفظ کردن یعنی بسیار سوگند خوردن دوم در بین آن را حفظ کردن یعنی در آن حانیس نشدن مگر آن چیزی که جدا کرده شده باشد سوم در آخر آن را حفظ کردن یعنی بعدی حانیس شدن کفارت دادن است چهارم به غیر الله سوگند نخورد دلیل دوم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که فرمودند سوگند متاع را به فروش می رساند و برکه را از بین می برد روایت امام بخاری و مسلم از سلمان رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله تعالی با سه نفر سخن نمی گوید و آنها را پاکیزه نمی کند و برای آنان عذاب دردناک است یکم مرد پیر زناکار، دوم فقیر متکبر، سوم و مردی که نام الله را وسیله روزگذرانی خود قرار داده است. طوری که چیزی نمی خرد مگر به سوگند و چیزی نمی فروشد مگر به سوگند. امام طبرانی با سند صحیح روایت کرده است. در صحیح از عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین مردم مردمان عصر من و کسانی هستند که بعد از آنها می آید و همچنین کسانی هستند که بعد از آنها می آیند عمران می گوید نمی دانم این را دوبار تکرار کرد یا سه بار و افسود که بعد از آن قومی می آید که شاهدی می دهد در حالی که آنان را شاهد نمی گیرند و خیانت می کند و امانت را نگه نمی دارد و نظر می نماید و با آن وفا نمی کنند و در آنها فریب غالب می شود روایت امام بخاری و مسلم و دلیل دیگر در صحیح از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین مردم مردم عصر من است سپس مردمی که بعد آنها می آید سپس مردمی که بعد آنها می آید سپس قومی می آید که گاه شاهدیش قسمش را سبق میکند و گاه قسمش شاهدیش را و دلیل دیگر ابراهیم نخعی میگوید ما را برای شاهدی عهد میزنند در حالی که خردسال بودیم ما را در شاهدی عهد میزدند در حالی که خردسال بودیم در حدیث آمده است که منفقتون یعنی متاع را رواج میدهد ممحقتون یعنی کسب را تلاف می دهد و فرمودند که و آنها را پاکیزه نمی کند در روز قیامت آنها را مورد اعتماد قرار نمی دهد و آنها را تأیید نمی کند و بر آنها به ایمان شاهدی نمی دهد او شیمید یعنی این موی سیاه سرش به سفیدش به خاطر کلانسالیش آمیخته شده است و شهوتش پس شده است قائل فقیر کبر کننده از قبول حق و برخلق فرمودند که نمی خرد مگر به سوگندش یعنی پس بسیار سوگند خوردنش و پس زدن سوگند و نادیده گرفتن آن آگاه می سازد و فرمودند که و طلب شاهدی کرده نمی شود یعنی یا در شهادت شتاب می کنند یا دروغ شهادت می دهد فرمودند که شهادتی یکی آنها سوگندش را سبق می کند یعنی برای با آنها کم باوری کردن شهادت نمی دهند مگر به قسم یا اینکه کنایه از آن است که آنها پروای شهادت و سوگند ندارند مسئله های این موضوع یکم وصیت کردن به نگاه داشتن سوگند دوم خبر دادن به اینکه سوگند باعث فروش متاع می شود ولی برکت آن را می برد سوم وعده عذاب سخت در باره کسی که نمی فروشد مگر به سوگند و نمی خرد مگر به سوگند چهارم آگاه ساختن بر اینکه گناه با ضعیف بودن اسبابش بزرگ می شود
پنجم، مذمت کسانی که سوگند میخورند در حالی که از آنها خواسته نشده که سوگند خورند، مگر حاجتی باشد یا هرگاه مصلحت طلب نماید. ششم، ستایش رسول الله صلی الله علیه و سلم از مردمان سه عصر اول یا چهار عصر اول و بیان حادثه بعد از آنها. هفتم، مذمت کسانی که گواهی می دهند در حالی که از آنها کسی نخواسته است که گواهی دهند و خیانت می کنند و امانت داده نمی شوند و نظر می کنند و وفا نمی کنند و کسانی که اسباب فربه شدن را می گیرند و از فربه کردن قلب با ایمان و علم غافل می باشند. هشتم، گذشتگان نیک فرزندانشان را به خاطر گواهی و وفا به عهد تنبیه می دادند. از روی تعظیم عهد شهادت و از روی اهمیت دادن آنها به تربیه فرزندانشان، برای جایز بدن زدن کودک شرط گذاشته شده است. یکم، کودک قابل ادب دادن باشد، پس کسی را که مقصد زدن را نمی فهمد زده نمی شود. دوم، ادب دادن از طرف ولی کودک می باشد. سوم، در ادب دادن از روی مقدار، چگونگی یا نوع یا موضع یا غیر این اسراف نکند. چهارم، کار صادر کند که بر آن شایسته ادب دادن باشد. پنجم، قصد ادب دادن وی باشد، نه برای انتقام گرفتن خودش، وگرنه نصرت دهنده نفس خودش است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.